سلام عرض کنم خدمت همه شما عزیزان، آرمان قاصدیان هستم. با یک ویدیوی آموزشی دیگه در زمینه پیانو در خدمت شما عزیزان هستم. در ویدیوی آموزشی قبلی با هم یاد گرفتیم راجع به کوک ایرانی پیانو، که راجع به مزیت‌ها و معایب هر روش صحبت کردیم، که پیانو آکوستیک چجوریه، رو پیانو دیجیتال یا رو کیبورد به چه صورتی است. امروز میخوام به صورت عملی روی کیبورد یا روی پیانو بهتون نشون بدم چجوری میشه این کوک ربع پرده رو اعمال کرد. با من همراه باشید. خب عزیزان، قراره که با هم دیگه بریم به صورت عملی نگاه کنیم چی کار میشه کرد. این یک نمونه کورگ PA700 هست که میخوام مثال بزنم، ولی رو همه کیبورد ها میشه این کارو کرد، که این کیبوردی که من گرفتم اورینتال هستش. اورینتال یعنی به صورت محلی میتونه این کار رو انجام بده و قابلیت این رو داره که کوک سوریکورون داشته باشه. و همونطور که ببینید با یه دکمه شما فقط کافی بزنید و هر کلاوی که خواستیم دور می فاصولاسی یا دیز و بمول هاشون رو به صورت سوریکورون اجرا بفرمایید. مثلا من دارم میزنم، حالا من میخوام این دو رو مثلا به صورت کوک ربع پرده ای کنم، به اصطلاح ربع پرده. البته دیدین دور کوک کرد، ربع پرده کرد. مثلا میخوام سول دیز رو این کار کنم، کافی که رو سول دیز کلیک کنم، دیدین این رو ربع پرده کرد و با زدن یه دکمه کاملا دوباره به صورت کوک استانداردش و به صورت فواصل نیم پرده ای دوباره مثل سابق خواهد شد. این روش کار به خیلی به صورت راحت و ساده روی کیبورد هستش. بریم ببینیم روی پیانو به چه صورتیه. خب بریم ببینیم که روی پیانو به چه صورتی است. من یه مونه دارم روی اپلیکیشن پیانوی CSP دارم این کارو براتون انجام میدم. خب بریم وارد بخش ستینگ میشیم، بخش یوتیلیتی. وارد تیونینگ که بشیم میبینیم که چند تا پیشفرض داریم. اگه وارد قسمت تایپ بشیم، چند تا گام پیشفرض خودش داره برای ما مثال میزنه. مثلا اکوال همون در واقع فواصل استاندارد کلاسیک ما هست. عربیک 1 مثلا یه مدل پیشفرض است که خودش داره میده با فواصل مخصوص به خودش. عربیک 2 و گام های دیگه هم به همین صورت هست. خب بریم ببینیم که چجوری میتونیم خودمون تک تک نوت‌ها رو بر اساس گام دلخواهمون عوض بدل کنیم. اگر وارد قسمت مستر تیون بشیم نگاهش کنیم، ببینید که کوک 440 رو به صورت پیشفرض قرار داده. ما میتونیم با مثبت و منفی کردن اونها این فرکانس رو تغییر بدیم و دقیقاً فاصله که میخوایم رو ایجاد کنیم و دقیقاً درجه که میخوایم رو با کم و زیاد کردنش بهش برسیم با هر فرکانسی که شما مد نظرتون باشه. امیدوارم که این ویدیو آموزشی برای شما عزیزان خوب باشه و استفاده کنید و همیشه شما عزیزان را سلامت، شاد و پیروز ببینم. مرسی.